رهبران سمی چرا افراد خودشیفته و ضد اجتماعی را انتخاب می کنیم و چگونه با این انتخاب مقابله کنیم؟ نویسنده بیل ادی مترجم الناز معتمدی گوینده راشین فصل هفتم در سراسر جهان امروز روسیه، مجارستان، فیلیپین، ونزوئلا و ایتالیا در انتخابات سال 2000 چندین کشور رهبرانی را انتخاب کردند که به طرز وحشیانه به دشمنان خیالی در داخل کشورشان و در اصل به طور ساختاری به رویه های دموکراتیک خودشان حمله کردند. آنها همان الگوهای افراد پرتعارض را به عنوان رهبران تاریخی که در فصل قبل به آنها اشاره شد نشان دادند. اگرچه افراد پرتعارض فعلی محدودیت های بیشتری دارند اما با استفاده از رسانه های احساسی جدید از قدرت فناوری بالقوه بیشتری برای خطرناک بودن و فریبکار بودن برخوردارند. تا به امروز موفقیت های آنها در ایجاد و اقراق در بحران های خیالی خیره کننده بوده است. روسیه ولادیمیر پوتین در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت. بوریس ریلسین ریاست جمهوری روسیه را بر گرفت و اساساً کنترل نهادهای دولت مرکزی شوروی که همیشه در روسیه مستقر بودند به دست گرفت. طی سالهای بعد حرکت به سمت اقتصاد و بازار، آزادی بیان و انتخابات دموکراتیک وجود داشت. اما در سال 1999 زمانی که بحران اقتصادی جهانی روسیه را به شدت تحت تاثیر قرار داد همه اینها کند شد. بوریس یلتسین از نظر جسمی و روحی فرسوده شده بود و ولادیمیر پوتین را به جای خود به عنوان رئیس جمهور منصوب کرد. سالهای اولیه زندگی پوتین ولادیمیر پوتین در سال 1952 به دنیا آمد. مادرش نظافتچی بود اما به او علاقه داشت زیرا برادران بزرگترش هر دو جوان مرده بودند پدرش کارگر کارخانه و نماینده ی حزب کمونیست بود او فقیر بزرگ شد و در مدرسه و خارج از مدرسه بسیار آزار و اذیت میکرد کمیته حزب کمونیست محله یک بار پوتین را به دلیل بزهکاری سرزنش و تهدید کرد که او را به پرورشگاه خواهد فرستاد پوتین زمانی که خیلی جوان بود به پیشگامان گروه جوانان حزب کمونیست نپیوست او گفت من یک آشوبگر بودم نه یک پیشگام هنرهای رزمی زندگی او را متحول کرد و به او ابزاری داد تا بتواند خود را در برابر پسران بزرگتر سرسختتر نشان دهد هنرهای رزمی به او راه راست آینی را نشان داد که آن را در دین و سیاست پیدا نکرده بود او معتقد بود که این چیزی بیش از ورزش صرف و یک فلسفه است. تعهد او به هنرهای رزمی در نهایت باعث شد تا به پیشگامان به پیوندد و رهبر شاخه مدرسه خود شود. سپس در کلاس هشتم در سازمان جوانان حزب کمونیست کوموسومول پیوست. او در مسیر کار و زندگی خود بود. شخصیت پرتعارض پوتین در جوانی فیلمی درباره یک معمور مخفی کاگ بدید و به طور تکانشی تصمیم گرفت که شبیه او شود. این ایده را دوست داشت که یک نفر به زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که یلتسین او را رئیس جمهور بعدی کرد پوتین رئیس کاگه بود. در آن زمان بحران اقتصادی به شدت به کشور ضربه زده بود. هیچ کس انتظار نداشت که او مدت زیادی دوام بیاورد. تا آن زمان بیشتر روس ها یک ناجی میخواستند رهبری که نه تنها تعیین کننده بلکه سلطگر باشد. پوتین به سختی برای آن نقش مناسب به نظر می رسید. او سابقه ای در این موارد نداشت. اما از آگوست تا نوامبر 1999 بر اساس صحبت های سخت و اقدامات تهاجمی او بر پایه نظرسنجی های مستقل حالا نسبت به نظرسنجی قبلی که عدد 31 درصد را نشان میداد 80 درصد اعتقاد داشتند که او کارش را خوب انجام می دهد. بحران خیالی زمانی که پوتین در سمت رئیس جمهور روی کار آمد جنگ با چچن را از سر گرفت. ظاهرا این برای مردم روسیه خوب بود زیرا به نظر می رسید که او مانند یک رهبر عمل می کند و قویتر و مصممتر از یلتسین است. دشمنان خیالی پوتین شورشیان چچنی را تروریست نامید ما تروریست ها را هر کجا باشند تعقیب خواهیم کرد حتی اگر در فرودگاه باشند این بدان معناست که معذرت میخواهم اگر آنها را در حال رفتن به دستشویی هم گیر بیاوریم از خانه بیرون میکشیم همین موضوع بسته شد اکثر مردم از شیوه سخت صحبت کردن او خوششان می آمد و مجذوب ظاهر قوی متواضع و عاقل او می شدن. به نظر می رسید او یک رهبر اما در این حال صاحب مردم است. زمانی که مایکل مکفول سفیر ایالات متحده آمریکا در ژانویه 2012 وارد روسیه شد، بلافاصله به عنوان معموری که برای دامن زدن به انقلاب به روسیه آمده بود مورد هدف پوتین قرار گرفت ادعایی که عمدن برای کمک به پوتین در آستانه انتخابات مارس مطرح شد در ماه فوریه ویدیویی به دروغ منتشر شد که نشان میداد مکفول پدوفیلی است و در فضای مجازی هم منتشر شد زیرا بسیاری از سیاستمداران در روسیه بدون هیچ مبنای واقعی به پدوفیلی متهم شدند گمان میرفت که دولت روسیه پشت این حملات باشد چون این رفتاری با یک سفیر پیش از این سابقه نداشت این ادعاهای نادرست تاکتیک هایی بود که پوتین علیه منتقدان روسی و اکنون بزرگترین اهداف سرزنشش استفاده کرد ایالات متحده و نماینده آن در مسکو قهرمان خیالی بررسی ها در سال 99 نشان داد که مردم روسیه نسبت به زمان اتحاد جماهیر شوروی حس نوستالژیک داشتند. 58 درصد گفتند که ترجیح می دهند اوضاع مشابه قبل از سال 1985 باشد. 26 درصد گفتند که حکومت استالین برای کشور خوب بوده است. در مقایسه با 18 درصد در سال 1994 و اکثریت دیگر دیدگاه منفی نسبت به دیکتاتور قدیمی نداشتند. قهرمان خیالی رهبری روسیه به شکل ولادیمیر پوتین بازگشته بود اما آیا او یک رهبر دموکراتیک قوی خواهد بود یا تلاش خواهد کرد تا کشور را به شکل حکومت توتالیتر بازگرداند تا سال 2002 تنها در دو سال پوتین با ایجاد نظارت فدرال بر فرمانداران و دادن حق اخراج فرمانداران منتخب به مرکز فدرال قدرت مقامات منتخب را به شدت تضعیف کرد. تلویزیون پخش ملی را در انحصار کرملین قرار داد بنابراین در حالی که هنوز نمیتوان رژیم او را اقتدارگرا خواند به نظر میرسید که این مسیری بود که او در آن قرار داشت حالتی انتقالی در جریان بود یعنی اقتدارگرایی میتواند در اینجا اتفاق بیفتد اگرچه پوتین شخصیتی سلطه داشت، اما به نظر میرسید که جنبه های خودشیفتگی نیز در او بود. گفته میشد که رئیس جمهور جدید خودخواه و انتقام جوست. قانون اساسی روسیه هیچ محدودیتی برای چند سال تصدی پست ریاست جمهوری تعیین نمی کند. فقط یک رئیس جمهور را از خدمت بیش از دو دوره متوالی منع می کند. پوتین از سال 2000 تا 2008 دو دوره این سمت را بر عهده داشت. سپس دیمیتری مدودوف جانشین او شد و بلافاصله پوتین را به نخست وزیری منصوب کرد. در پایان دوره مدودوف پوتین تصمیم گرفت دوباره برای ریاست جمهوری نامزد شود. در نوامبر 2011 نظر نشان داد که تنها 34 درصد از رای دهندگان احتمالی از او حمایت می کند. پس از اینکه او اعلام کرد دوباره نامزد خواهد شد بسیاری از مردم خشمگین شدند. در دسامبر 2011 حزب او روسیه ی متحد در مقایسه با انتظارات در انتخابات پارلمانی ضعیف عمل کرد اما آنها همچنان بیشترین آرا را به دست آوردند شواهد روشنی مبنی بر دستگاری در انتخابات صدها هزار نفر را به خیابان ها آورد بیش از هر زمان دیگری از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اولین واکنش پوتین به این تظاهر کنندگان روسی خشم بود. او که در ذهنش خیال ثروتمند کردن جوانان را داشت حالا همین جوانان علیه او شده بودند. حتی وزیر دارایی سابق او الکسی کودرین در یکی از تظاهرات شرکت کرد. این خیانت بود. واکنش دوم پوتین ترس بود. او و تیمش از حجم اعتراضات شگفت زده شدند. پیش از این هرگز این همه روس علیه حکومت او تظاهرات نکرده بودند. پیام خیابان ها به سرعت رادیکال شد. از خشم علیه جعل شروع شد و به خواسته هایی برای پایان رژیم پوتین تبدیل شد. بنابراین پوتین تصمیم گرفت از هیلاری کلینتون و جورج سوروس علاوه بر مکفول به عنوان اهداف سرزنش خود در انتخابات مارس 2012 استفاده کند. در آن زمان حتی مدودوف رئیس جمهور روسیه شخصا به مکفول گفت که اوضاع پس از انتخابات آرام خواهد شد. پوتین از حمایت 34 درصدی در دسامبر به پیروزی در انتخابات مارس رسید و مخالفان را بیشتر سرکوب کرد. رسانه های جنجالی پوتین از اولین سال ریاست جمهوری خود در سال 2000 با تسلط بر رسانه ها حکومت استبدادی خود را بنا کرد. او پیش از پایان اولین سال ریاست جمهوری خود بلفل کنترل سه شبکه تلویزیونی بزرگ و مهم روسیه را به دست آورد. هیچ رقیبی به شکل معنادار پاسخی برای پیامهایی که او برای ملت ارسال کرد ارائه نکرد. در طول سالها او ادعاهایی مبنی بر فساد اخلاقی و حمله قرب و ها و سنت های مسیحی روسیه داشت. پس از سالها تبلیغ بحرانهای خیالی مختلف در تلویزیون او اکثریت کشور را در سال 2012 پشت سر خود داشت. او کارش را خوب انجام داده بود. زمانی که انتخابات 2018 فرا رسید همه میدانستند که پوتین پیروز خواهد شد. زیرا هیچ رقیب جدی اجازه حضور در صندوق را نداشت. درست قبل از آن انتخابات نیویورک تایمز داستانی درباره حمایت پوتین در میان زنان روسیه و نقشی که استفاده او از تلویزیون بر آنها دارد منتشر کرد رابطه ویژه زنان روسی با ولادیمیر پوتین به همان ابتدای سالهای قدرتش برمیگردد در انتخابات سال 2000 اولین باری که نام آقای پوتین روی برگه های رأی آمد 61 درصد از آرای او از سوی زنان و فقط 39 درصد از سوی مردان بود. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2012 75 درصد از زنان نظر مثبتی نسبت به آقای پوتین داشتند در حالی که این رقم در مردان 69 درصد بود زنان مسن حمایت خوبی در انتخابات میکنند ماه گذشته یک هفته را در سنت پترزبورگ گذراندم و با ده ها زن مسن از اقشار مختلف با درآمد و سطوح تحصیلی مختلف صحبت کردم. همه به من گفتند که به او رأی می دهند. بیشتر آنها می که تا حدی این کار را به این دلیل انجام می دهند که او مرد خوبی است، قوی، سالم و فعال. زمانی که زنان به سن بازنشستگی می اغلب شوهرانشان مردن و روزهای آنها صرف مراقبت از نبه ها گذراندن وقت با دیگر زنان مسن و تماشای تلویزیون می شود. به نظر می رسد ولاد میر پوتین نمونه کلاسیکی از حاکم متعارض است. یک بار دیگر شخصیت یک فرد دنیایی از تفاوت را در یک کشور ایجاد کرد و به دموکراسی نوپای کشورش پایان داد. این اجتناب پذیر بود اگر یلتسین در سال 1999 مرد دیگری به نام بوریس نمتسوف را منصوب می کرد. امکان داشت که یلتسین نمتسوف را جانشین خود می کرد و جهان هرگز نام ولاد میر پوتین را نمی شنید. او مهارت و کاریزمایی داشت که می توانست به یک رئیس جمهور موفق تبدیل شود. یک رئیس جمهور دموکراتیک موفق. مجارستان ویکتور اوربان مجارستان یکی از کشورهای پیمان ورشو بود که پس از جنگ جهانی دوم تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی در سال 1956 انقلابی را در این کشور سرکوب کرد و در نهایت نسبت به اکثر کشورهای پیمان ورشو آزادی بیشتری از اتحاد جماهیر شوروی به دست آورد تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 از هم پاشید و مجارستان به یک جمهوری مستقل دموکراتیک و پارلمانی تبدیل شد. در سال 1990 مجارستان اولین انتخابات پارلمانی آزاد خود را برگزار کرد و تا سال 1991 تمام نیروهای شوروی مجارستان را ترک کردند. در سال 99 مجارستان به ناتو و در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست. با این حرکات بود که روسیه را رها کرد و با پیوندهای دموکراتیک قوی با ایالات متحده و اروپا به غرب متمایل شد. یکی از رهبران جوان دانشجویی که گروهی را برای کمک به راه اندازی جنبش دموکراسی خواه در دهه 1980 تشکیل داد ویکتور اوربان بود. سالهای اولیه زندگی اوربان ویکتور اوربان در سال 1963 متولد شد. او یک پسر روستایی بود که در روستایی در مجارستان بزرگ شد. پدرش کشاورز و کارآفرین و مادرش گفتار درمانگر و مربی کودکان استثنایی بود. او دو سال در ارتش خدمت کرد و سپس به دانشکده حقوق رفت. برای پذیرش در دانشکده حقوق او باید به گروه جوانان کمونیست پیوست بنابراین این کار را کرد و رهبر آنها شد. در کالج او بعدن کمونیست و دولت کمونیستی مجارستان را رد کرد و به تشکیل گروه طرفدار دموکراسی کمک کرد که بعداً به حزب سیاسی فیدس تبدیل شد. در سال 1990 انتخابات برگزار شد. گروه او 22 کرسی در دولت به دست آورد و خیلی زود پس از آن همه چیز تغییر کرد. در عرض دو سال نبردی بر سر فیدس در گرفت که نشان دهنده تمایل اولیه اوربان برای تغییر ایدئولوژی سیاسی خود برای دستیابی به قدرت بود. در حالی که اولین دولت راست میانه رو و پسا کمونیستی مجارستان علیه فروپاشی اقتصادی مبارزه می کرد. برخی از بنیانگذاران این حزب می با یک حزب لیبرال بزرگتر متحد شوند. اوربان فکر می کرد فیدس را می بلعن. او می خواست حزب را به جناه راست ببرد. جایی که فکر می کرد می تواند به نیروی سیاسی قالب تبدیل شود. اوربان گفت دشمن اصلی ما حزب لیبرال است این یک مبارزه است و ما باید پیروز شویم شخصیت پرتعارض در سال 2010 اوربان و حزب راستگرای او فیدس به قدرت رسیدند اوربان تلاش زیادی برای از بین بردن دموکراسی انجام داد بر اساس گزارش های مربوط به جلسه ای که در سال 2010 رخ داد او به صورت جداگانه این مسیر را انتخاب کرد رهبران ارشد فیدس در سواحل دانوب در ساختمانی که به نام کاخ سفید مجارستان شناخته می شود گرد هم آمدن و از میزان شانس خود حیرت زده شدند. حزب راستگرایی آنها به طور غیر قدرت سیاسی گسترده ای را در انتخابات ملی به دست آورده بود. سوال این بود که چگونه از آن استفاده کنیم؟ چند نفر خواستار محافظه کاری شدند. اما ویکتور اربان نخست وزیر منتخب مخالفت کرد. آقای اربان گفت که نتیجه رأیگیری به او این حق را داده که بازنگری اساسی در قانون اساسی کشور انجام دهد. از زمانی که او به قدرت رسید به شدت برای بازنویسی قانون اساسی مجارستان اعمال محدودیت‌های بر جامعه مدنی و هدایت پول اتحادیه اروپا و پول دولت فدرال برای اهداف خود اقدام کرد. او محدودیت هایی را برای رسانه های مجارستانی اعمال کرد. نقشه های انتخاباتی را به نفع حزب خود ترسیم کرد و به دنبال کنترل قوه قضاییه بود که بسیاری از تلاش های اقتدارگرایانه او را نادیده می گیرد. اگرچه مجارستان پس از خروج از اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 به عنوان دموکراسی کار خود را آغاز کرد اما اوربان تقریبا به تنهایی چیزی را ایجاد کرد که آن را دموکراسی غیر لیبرال می نامد. او مجارستان را یک کشور اروپایی عادی جلوه داد در حالی که واقعا آن را به یک دیکتاتوری تبدیل کرد. بحران خیالی اوربان ادعا می کند که مجارها قربانیانی هستند که اتحادیه اروپا مهاجران و به ویژه جورج و سروس آمریکایی مجارستانیال اصل با آنها بدرفتار می کند. دشمنان خیالی جورج سروس یک ملتی میلیاردر است که داستان زندگی بسیار جالبی دارد. او به عنوان یک شهروند جوان یهودی مجار در طول جنگ جهانی دوم از بدشانسی در اردوگاه کار اجباری زندانی شد. زنده ماند و پس از جنگ به ایالات متحده نقل مکان کرد و به یک سرمایه گذار موفق در بازار سهام تبدیل شد. او همچنین در تلاش برای ترویج دموکراسی در کشور قدیمی خود و در سراسر جهان سرمایه گذاری کرد. از غذا او به هدف سرزنش اوربان و فیدس تبدیل شد. این موضوع به اوربان کمک کرد تا در مارس 2018 برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور برنده شود. پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 سروس صدها میلیون دلار به کشورهای بلوک شوروی سابق برای ترویج جامعه مدنی و لیبرال دموکراسی سرازیر کرد این یک طرح نو و تک نفره برای اروپای شرقی و یک ابتکار خصوصی بدون سابقه تاریخی بود او با ویژگی هایی که دارد یکی از دشمنان خیالی بسیاری از حاکمان پرتعارض است قهرمان خیالی اربان و حزبش قهرمانان خیالی هستند نه فقط برای مجارستان در مجارستان اوربان در لهستان یاروسلاو در ترکیه رجب طیب اردوغان در روسیه ولادیمیر پوتین و در سایر دموکراسی هایی که پوپولیسم در آنها پیشرفت کرده است پوپولیست ها صرف نظر از اینکه چقدر با محدودیت انتخاب شدند تصور می کنن که پیروزی در انتخابات خواست مردم بوده و در تنزی وحشتناک همین را مجوزی برای زیر پا گذاشتن همان دموکراسی میدانند که آنها را به قدرت رسانده است اوربان و حزبش در بیلبوردها تلویزیون و رادیو مرتب حضور دارند او با این تلاش های ضد دموکراتیک قدرت زیادی در مجارستان به دست آورده و اتحادیه ی اروپا عمدتا در متوقف کردن او بی اثر بوده است. اگرچه آنها برای بودجه زیادی که به مجارستان میرسد تلاش می کنند اما نمیخواهند توازن قوا را با کشورهای اروپای شرقی سابق که به عضویت اتحادیه اروپا در آمدن بر هم بزنند رسانه های جنجالی اربان از بحران مهاجرت در سال 2015 برای انتخاب مجدد در سال 2018 استفاده کرد با اینکه او و دولتش سه سال زودتر با اعمال محدودیت های شدید برای ورود به کشور به این مشکل پایان دادند. مهاجرت کانون اصلی انتخابات 2018 بود و در طول روز تلویزیون دولتی برخی از دراماتیک ترین تصاویر سال 2015 را پخش می کرد. زمانی که بحران پناهجویان و حجوم مهاجران به اروپا از خاور میانه و آفریقا در اوج خود بود وقتی تلویزیون دولتی و تصاویری که پخش میشوند تحت کنترل هستند بحرانهای خیالی میتوانند برای سالها ادامه داشته باشند او با نفوذ در پیامها و محدودیت های مطبوعاتی فرصت تکرار پیامهای عاطفی خود را در انزوای افراد ایجاد کرد از آنجا که اپوزیسیون تقسیم شد و از آنجایی که او مناطق انتخاباتی را دوباره ترسیم کرد همچنان به کنترل دولت ادامه داد با اینکه حزبش در انتخابات اخیر در مقایسه با سالهای گذشته آرای کمتری به دست آورد هنگامی که حزب او در سال 2018 دو سوم کرسی های پارلمان را به دست آورد در موقعیت قرار گرفت که قانون اساسی را تغییر دهد و هر کاری را که میخواهد برای حمایت از مجارستان انجام دهد. فیلیپین رودریگو دوترته فیلیپین کشوری متشکل از 7000 جزیره در اقیانوس آرام جنوبی است. ایالات متحده در سال 1898 در پایان جنگ اسپانیا و آمریکا کنترل فیلیپین را از دست اسپانیا بیرون آورد. ایالات متحده بر فیلیپین حکومت می کرد تا اینکه در طول جنگ جهانی دوم از سال 1942 تا 44 ژاپنی‌ها آن را تسخیر کردند. در آن مرحله ایالات متحده دوباره کنترل را به دست گرفت. اما در سال 46 فیلیپین به یک کشور مستقل با قانون اساسی و انتخابات دموکراتیک تبدیل شد و از آن زمان به سرعت رشد کرد. جمعیت آن در سال 1970 30 میلیون نفر بود و در زمان نگارش این متن به بیش از 100 میلیون نفر رسیده است. فردیناند مارکوس از سال 1965 تا 1986 با حکومت نظامی و مشت آهنین بر فیلیپین تسلط داشت تا زمانی که جنبش غیر خشونت آمیز قدرت مردم او را برکنار کرد و وی از کشور گریخت. پس از به قدرت رسیدن رودریگو دوترت سی سال انتخابات دموکراتیک دنبال شد. سالهای اولیه زندگی دوترته رودریگو دوترت در سال 1945 به دنیا آمد. پدرش وکیل و مادرش معلم مدرسه بود. هر دو درگیر سیاست بودند. پدرش ابتدا شهردار و سپس فرماندار شد. در دوران دبیرستان دو به دلیل رفتار غیرقانونی از دو مدرسه اخراج شد اما در نهایت در دبیرستان کاتولیک دیپلم خود را گرفت اینطور نبود که شاگرد بدی باشد او فقط از معاشرت با افراد کل خراب شهر لذت می برد. در خیابان هم عملکرد هوشیارانه ای داشت و واژگان و رفتار افراد خیابان را فرا گرفت اگرچه در طول دوران مدرسهش درد سرهای زیادی ایجاد کرد و همین باعث کتک خوردن شدید او در خانه شد اما این تجربه بعدها به او کمک کرد تا با توده مردم ارتباط برقرار کند. او متعاقبا به دانشکده حقوق رفت و ابتدا دادستان شهر داوا او شد و سپس در سال 1988 شهردار آنجا شد. شخصیت پرتعارض موفقیت دوترته در حکومت بر داواو ممکن است نشانه هایی درباره شخصیت او ارائه دهد. بین سالهای 98 تا 2016 جوخه های مرگ در داواو بیش از 1400 نفر را ادام کردن. دوترته به طور متناوب دخالت خود را در این جوخه های مرگ تایید و رد کرده اما میدانیم که در طول این مدت او حمایت گسترده ای از آن داشته است. طی دو دهه زمانی که جمعیت داوا دو برابر شده بود و به بیش از یک میلیون نفر رسید دو ترت شهر را از جهنم جهان سومی به مکانی دلپذیر برای زندگی یک فرد مطیع قانون تبدیل کرد حتی به یک مرکز تجاری او این کار را با حیله ها و بیرحمی های فراوان انجام داد به مسلمانان و ها انگیزه مالی ارائه کرد تا کارزارهای خود را در جای دیگری برپا کنند و اگر همین کار را نمیکردند آنها را به مجازات تهدید میکرد بسیاری از گروه های حقوق بشری او را مسئول حدود هزار قتل حل نشده در دوران تصدی خود میدانند که مهاجمان مخفی آن را انجام داده بودند عده این شهر را جوخه مرگ داواون نامیدند در سال 2016 دوترته به دلیل وعده هایش برای مهار قاچاق مواد مخدر و کاهش فقر شدید در این کشور به عنوان رئیس جمهور فیلیپین انتخاب شد. دوترته توانست ائتلافی متشکل از فیلیپینی های محافظ کار، مهاجران کارگر از خارج از کشور، اعضای طبقه متوسط تحصیل کرده، فقرای شهری و کارگران غیررسمی تشکیل دهد و در نهایت به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. او در دو سال اول محبوبیت ثابتی در حدود 80 درصد داشت. پیگیری او برای مبارزه با مواد مخدر عامل بزرگی از این محبوبیت بود. بیش از 70 درصد این محبوبیت را اسناد و ارقام تایید کردهاند. بحران خیالی دوترتا درباره بحران مواد مخدر در فیلیپین از بیانی قوی و خشونت آمیز استفاده کرد. اما سوالاتی درباره اندازه واقعی این مشکل وجود دارد. مشخص نیست که فیلیپینی ها واقعا مصرف مواد مخدر را یک بحران می یا نه. در نظرسنجی معتبری که هر سال برگزار می شد در طول پنج سال هرگز مصرف مواد مخدر در فهرست بحران فیلیپین نبود. مردم نگران فروشندگان مواد مخدر بودند اما ترجیح میدادند مزنونان زنده دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند نه اینکه گروهی قارتگر ناشناس در خیابان سوار بر موتورسیکلت که بسیاری معتقدند پلیس هستند با خونسردی به آنها تیراندازی کنند دشمنان خیالی آیا دشمنان فقط دلالان مواد مخدر هستند یا همه معتادان به مواد مخدر در ذهن دوترت دشمن بودند او ادعا می کند که معتادان اغلب به دلال تبدیل می شوند این به جنگ او دامنه وسیع تری می داد و با این نظر می توانست تقریبا هر کسی را بکشد معتادان کوچک نه دلالان بزرگ هدف عملیات تهاجمی پلیس شدند و حمام خونی به راه افتاد در آگوست سال 2018 فقط 52 کشته در یک شب گزارش شد. به گفته دولت تا پایان امسال 4075 نفر در عملیات مبارزه با مواد مخدر جان خود را از دست دادند. خواه قاتلان پلیس های غیر متحدل شکل باشند که فاسدان را ساکت می کنند یا افراد سرگردان محله که از جنگ مواد مخدر با خشونت بسیار به عنوان پوششی برای تصویه حساب استفاده می کنند. قهرمانان خیالی تعداد زیادی از فیلیپینی ها دو را قهرمان می دانند. پلیس نیز اغلب قهرمان دیده می شود اما آنها نیز ممکن است بخشی از خیال باشند. آنها در اصل خودشان منبع مواد مخدر هستند و همان عوامل قتل خشونت پلیس و فساد ممکن است بزرگترین مانع برای کاهش معضل مواد مخدر باشد گهگاه دوچرت پلیس را به فساد متهم می کند اما این اتهام او هم دوام ندارد یک نظریه این است که هدف واقعی او با اقدامات افراطی پلیس در مبارزه با مواد مخدر زمین سازی برای ایجاد یک حکومت استبدادی دیکتاتوری است. اما آیا مردم فیلیپین روی کرده دیکتاتوری را تحمل خواهند کرد؟ برخی فکر می کنند که جمعیت فیلیپین برای وفاداری و احترام ارزش عمیق قائل هستند. با این حال بسته به شرایط این وفاداری می تواند براحتی و ناگهانی تغییر کند. قراردادهای اجتماعی است که دموکراسی را شبیه به خودکامگی جلوه می دهد. رسانه های جنجالی مانند سایر حاکمان متعارض دوترت دائما در تلویزیون سخنرانی می کند و با مردم حرف می زند و به طور احساسی همان پیام های قربانی شدن و افراد شرور پشت پرده را تکرار می کند. اما این تمام آنچه او می گوید و نحوه بیان آن در رسانه ها نیست. نشانه ها حاکی از آن است که دوترته کنترل رسانه ها را نیز به دست آورد و پیام های تکراری احساسی برای مردمش ارسال کرد. پیام هایی که او را قدرتمند تر کرد. او روزنامه داران برتر کشور و منبع اصلی خبر آنلاین را در صورتی که از حامیان نزدیک دوترته حمایت نکنند به زندان تهدید کرد. دوترته اولین سیاست مداری در فیلیپین بود که در سال 2016 برای تسلط در انتخابات از رسانه های اجتماعی بسیار استفاده کرد و پستهایی با اخبار جعلی منتشر می کرد. حتی پاپ هم دوترته را تحسین می کند. پستی کاملا نادرست و غیر حقیقی. امروز بسیاری از وبلاگ نویسان برتر کشور طرفدار دوترته هستند. ماننده روزنامه نگار سی ساله فیلیپینی آر نیتو که با نام فیلیپینی متفکر وبلاگ می نویسد و دیوانوار وطن پرست است. نیتو از بدترین نویسندگان اخبار جعلی است. ونزوئلا نیکولاس مادورو ونزوئلا کشوری نفتخیز است که سالها دموکراسی داشته و داستان موفقی در میان کشورهای در حال توسعه جهان است. اگرچه اولیگارشی خانواده های ثروتمند بر آن تسلط داشت و بیشتر مردمش بسیار فقیر بودند ولی طبقه متوسط رو رشدی داشت. زیرنویس کتاب اولیگارشی گروهک سالاری اصطلاحی است که اشاره های تحقیرآمیزی دارد. معنی آن این است که نه تنها حکومت در دست یک گروه کوچک است بلکه این گروه حکمران کوچک فاسد است و در برابر توده مردم مسئول نیست یا از جهات دیگر مورد بیزاری همگان است. بازگشت به متن در سال 1998 هوگو چاوز با 56 درصد آرا رئیس جمهور شد و نزدیکترین رقیب او تنها 39 درصد آرا را از آن خود کرد. او هیچ تجربه قبلی به عنوان سیاست مدار نداشت و حتی قبل از انتخابش در بخش دولتی کار نکرده بود. او خود را رهبر یک انقلاب میدانست اهداف او پایان دادن به فساد دموکراتیک کردن صنعت نف و پایان دادن به فقر بود او رهبری کاریزماتیک بود که برای فقرا در برابر ثروتمندان و علیه ایالات متحده مبارزه می کرد. او مرتبا در سخنرانی های تلویزیونی خود از آمریکا انتقاد می کرد. با این حال چاوز نتوانست متمرکز شود زیرا در سال 2013 بر اثر سرطان درگذشت و ونزوئلایی ها با اکثریت بسیار اندک نیکولاس مادورو را به عنوان جانشین او انتخاب کردند. سالهای اولیه زندگی مادورو مادورو مدعی است که در جوانی هیپی بوده است. او موتورسیکلت سوار و عضو یک گروه موسیقی بوده و تعالیم عرفای هندی را مطالعه کرده است. اما به سیاست علاقه منتر بود. پدرش عضو اتحادیه کارگری جناح چپ بود و مادرو در دوازده سالگی به اتحادیه دانشجویی پیوست و در آنجا به عنوان پارتیزان شناخته شد. او خیلی زود تحصیل را رها کرد و بعدها به جناه چپ سوسیالیست پیوست که شعاران سوسیالیست با جنگ پیروز می شود بود. شخصیت پرتعارض مادورو فقط کاریزمای چاوز بود و به اندازه او نتوانست از راه نفت ونزوئلا پول به دست بیاورد چون قیمت نفت در بازار جهانی کاهش چشمگیری داشت او همچنین فاقد زیرکی و ظرافت بود برخی میگویند که ممکن است شخصیت پارانوئیدی داشته باشد حداقل به نظر می رسد که او شخصیتی با درگیری رفتاری بالا با اهداف سرزنش فراوان دارد عدم اعتماد مادورو به افراد خارج از حلقه درونیش و تلاش مستمر برای یافتن دشمنان مشترک اهم از برای خود یا پروژه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی دولتش در گفتمان او حضور داشته و گاهی در استراتژی رسانه های اجتماعی او به شدت نشان داده شده است. همانطور که در ادامه گفته می شود، به نظر می رسد او به طور فضاینده اقتدارگراست. بحران خیالی دستور مادورو برای ایجاد بحران ساده و به همان اندازه وحشیانه بود. همه ی مشکلات ونزوئلا را به گردن ضد انقلابیون بیاندازید و این اصطلاح را برای هر کسی و هر کسی که میخواست ما را شکسته دهد به کار ببرید. او همچنین خود و کشورش را مورد حمله ایالات متحده میبیند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست روز چهارشنبه گفت که طراحی تروری را کشف کرده است که مستقیما به کاخ سفید منتهی می شود. رهبر ونزوئلا هشدار مکرر خود را مبنی بر قریب الوقوع بودن تهاجم ایالات متحده تکرار کرد. این بار جزئیاتی را ارائه کرد اما شواهدی نداشت. دونالد ترامپ در اوایل دولت خود علنا درباره استفاده از گزینه نظامی برای برکناری مادورو از قدرت استفاده کرد و مشاوران با آن مخالفت کردند. سخت است بدانید که چقدر از این ترس خیالی و چقدر می تواند واقعی باشد. این یکی از مشکلات برای درک رابطه بین دو فرد پرتعارض بلقوه است. دشمنان خیالی مادورو به تدریج افراتی تر شد. او مخالفان سیاسی خود را زندانی کرد و افراد بیشتری را به عنوان ضد انقلاب خواند او می گفت که انقلاب تا کنون روند ملایمی داشته است اما زمان آن رسیده است که با ضد انقلابیون با عدالت و قاطعیت رفتار شوند او از آن داشت که درک آنچه در ونزوئلا جریان دارد برای خارجی ها آسان نیست او گفت این یک انقلاب است و ما در بحبه های تسریع روند انقلاب هستیم او ایالات متحده را هدف سرزنش خود می‌بیند که با دشمنان آنها هماهنگ می‌شود. در 9 دسامبر 2018 مقاله‌ای در نیویورک تایمز بیان می‌کند مادورو گفت بسیاری از رهبران اپوزیسیون منتظر تهاجم به رهبری ایالات متحده بدون ارائه جزئیات هستند. قهرمان خیالی ما را همیشه خود را یک قهرمان انقلابی میدانست که میل به قدرت بیشتر و بیشتر دارد او برای به دست آوردن کنترل کامل در سال 2017 قانون اساسی را بازنویسی کرد مجلس ملی جایی که اپوزیسیون اکثریت را در اختیار دارد او را به خاطر انصراف از ریاست جمهوری محکوم و مدام ابتکارات او را خنسا کرد مادران ناامیدانه تصمیم گرفت مجلس قانونگذاری خود را ایجاد کند یک نهاد جایگزین پر از وفادار که قدرت بازنویسی قانون اساسی کشور را داشت در سراسر بهار مبارزه او با مخالفان سبب رویارویی چهار ماه بین دولت و معترضان بود که در آن دهها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند سرانجام در ماه ژوئیه مادورو با موفقیت انتخابات هیئت جدید را که مجلس مؤسسان نامید برگزار کرد اعتراضات خاموش شد و برای اولین بار از زمان ریاست جمهوری به نظر می رسید که او کاملا کنترل را در دست داشت اما تا زمان نگارش این متن در ژانویه 2019 کشور مادورو به طور قابل پیشبینی در حال فروپاشی است بسیاری از مردم آن فقیر هستند و برخی در آستانه گرسنگی او با کسانی که سوگند وفاداری مطلق میخورند رفتار ویژه می کند اما میلیون ها ونزوئلایی به کشورهای همسایه گریختن. به نظر می رسد قدرت مادورو با تقویت اپوزیسیون و تضعیف متحدان در حال فروپاشی است. اما این می تواند خطرناکترین زمان باشد وقتی که حاکمان متعارض به شدت حمله و کنترل شرایط را سخت تر می کنند. رسانه های جنجالی ما درو سعی می کند از تلویزیون به شیوه مشابه چاوز استفاده کند. او درست مانند مربی خود سبکی آمیانه دارد. اگرچه چندان جذاب نیست. سخنرانی های ما درست سریح و تحریک آمیز است و با حس شوخ طبعی و صدایی پرنوسان همراه است که نشان می دهد او کسی است که زمان زیادی را بدون میکروفون تمرین کرده تا بتواند جمعیتی فراوان را دور خود جمع کند. در حالی که دوربین ها هم خسته می شوند، او تکگویی یک ساعته ای دارد. با ترکیبی از حیاهوی لشکریان شعارهای سوسیالیستی شوخیها و فریادهایی با محوریت پیروزی او بر مخالفان سیاسیش بار دیگر باید بگوییم تلویزیون ممکن است قوی ترین شکل رسانه های جنجالی باشد که به سفارش این حاکمان ساخته شده است. اما این کافی نیست. ایتالیا سیلور برلوسکونی و حاکمان بعدی ایتالیا از کشورهای اروپایی بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم برای رسیدن به دموکراسی تلاش کرد. قبل از آن جنگ در سال 1922 پادشاه ایتالیا موسولینی را به نخست وزیری منصوب کرد. او رئیس حزب فاشیست و بسیار ناسیونالیست و معتقد به دیکتاتوری بود. آنها در سال 1925 در ایتالیا دولت فاشیستی با رهبری موسولینی ایجاد کردند. او محبوب بود و ملت را به اتحاد با دیکتاتور همفکر خودش در آلمان یعنی آدولف هیتلر هدایت کرد. در سال 1943 زمانی که ایتالیا در جنگ جهانی دوم بعد پیش میرفت، رفت، حزب فاشیست موسولینی به او روی آورد. موسولینی دستگیر و متعاقبا در سال 1945 اعدام شد. جسدش را در میدان عمومی از پاهایش آویزان کردند تا همه ببینند چه بلایی سرش آمده است. در سال 1946 سلطنت ایتالیا پایان یافت و به یک دموکراسی تبدیل شد. از آن زمان تا کنون هم شکل دموکراسی خود را حفظ کرده است. با این حال ورود سیلویو برلسکونی به صحنه سیاسی ملی در دهه 1990 ظاهرا وضعیت ایتالیا را در معرض خطر قرار داده است. سالهای اولیه زندگی برلسکونی برلوسکونی در سال 1936 در میلان به دنیا آمد. پدرش کارمند بانک و مادرش خانه دار بود. او و خانوادهش گرفتار بمباران نیروهای متفقین در طول جنگ جهانی شدند و بمبهایی در نزدیکی خیابان آنها فرود آمد. او خودش میگوید که به مادرش نزدیک بوده و پس از بازگشت پدرش از جنگ به خانه با دستانی در جیب و با افتخار در خیابان راه میرفته. برلوسکونی در یک محله نچندان خوب در طبقه متوسط روبه پایین پرورش یافت. در محله‌ای که افراد درد سرساز زیادی در آن زندگی می کردن. در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفت تا اینکه سرانجام از پس آنها برآمد و مبارزه کرد. پس از آن دیگر هرگز آزار ندید و خودش رهبر شد. او به عنوان شخصی اهل مطالعه و خلاق در مدرسه شناخته میشد و با کمک به دیگر دانش آموزان که در درس مشکل داشتن پول خوبی به دست می آورد. در 25 سالگی اولین معامله املاک خود را انجام داد. او در این صنعت طوفانی ظاهر و در نهایت میلیاردر شد. سپس وقتی قوانین دولتی داشتن تجارت تلویزیونی و رسانه را آسان تر کرد او این صنعت را نیز تحت تأثیر قرار داد و بعد از آن به سیاست متمایل شد. شخصیت پرتعارض بلوسکونی به مدت 9 سال نخست وزیر ایتالیا بود. از سال 1994 تا 2011. طولانی ترین دوران نخست وزیری ایتالیا از زمان جنگ جهانی دوم. او در طول دو دولت خود نشانه های زیادی از افراد پرتعارض داشت. در سال 2012 پس از نزدیک به 20 سال حضور در سیاست ایتالیا به کلاهبرداری مالیاتی محکوم و از مجلس سنای ایتالیا اخراج شد. در آن زمان روانشناسی تشخیص داد که او اختلال شخصیت دارد. در حالی که برلوسکونی خود را برای رأیگیری درباره اخراج خود از پارلمان در اصر چهارشنبه آماده می کرد، یکی از روانشناسان برجسته ایتالیا لویجی کانکرینی در مصاحبه با رادیو 24 گفت که نخست وزیر سابق نشانه های از جنون و اختلال شخصیت دارد. دادگاه عالی در ماه ژوئیه برلسکونی را به تقلب مالیاتی محکوم کرد. اولین محکومیت کیفری قطعی شخصی که دارای اختلال شخصیت خودشیفتگی بود. بحران خیالی در اوایل دهه 1990 ایتالیا با مشکلات مالی زیادی روبرو شد و هر پنج حزب حاکم چپگرای این کشور موضوع تحقیقات فساد بودند. بلوسکونی به, به عنوان شخصیتی مستقل، گستاخ و مغرور به قدرت رسید. او خود را تنها ناجی یک ملت در حال مبارزه دانست. او شخصیتی سیاسی بود که ایتالیا را از شر دولت شرور که قدرت را از دست داده بود و در حال از دست رفتن بود نجات میداد. او قول داد که کشور را به شهرت بینون مللی بازگرداند. دشمنان خیالی دشمنان او پنج حزب حاکم طرفدار غرب از جمله کمونیستها و لیبرال های سابق بودند. او ادعا کرد که این گروه ها امتیازات ایتالیایی ها را سلب کرده و مالیات هایشان را افزایش میدهند. قهرمان خیالی برلوسکونی وعده داد که در صورت انتخاب شدن ثروت فراوانی را برای همه فراهم می کند و همچنین یک میلیون شغل ایجاد می کند او میخواست بحران بدهی آنها را با اتحادیه ی اروپا حل کند این وعده ها دروغ های آشکار و البته غیر ممکنی بود برلوسکونی همچنین کمپین گسترده ای برای تبلیغات خود در سه شبکه ی تلویزیونی راه اندازی کرد بهلوسکانی در یکی از آگهی های خود ادعا کرد من ایسای مسیح سیاست هستم. برلوسکونی پست نخست وزیری را برنده شد. اما به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرد با وجود این روایتی که او بارها و بارها گفت چنان موثر بود که ایتالیایی ها شکست کامل و فساد او را در عمل به آن وعده ها بخشیدن. در سال 2013 به به کلاهبرداری مالیاتی و چهار سال زندان محکوم شد. چون بیش از هفتاد سال داشت. از حبس مستقیم معاف شد و در عوض با انجام خدمات آمال منفعه بدون حقوق محکومیت خود را سپری کرد. بلوسکونی نیز گرفتار انواع رسوایی های اخلاقی بود. رسانه های جنجالی جای تعجب نیست که برلوسکونی کنترل قابل توجهی بر رسانه های ایتالیایی به ویژه تلویزیون داشت در سی سال گذشته خانواده برلسکانی نخست وزیر ایتالیا سه شبکه تلویزیونی ملی ایتالیا را تحت کنترل خود داشتند که به امپراتوری مدیاست معروف هستند. برلسکانی در سمت رئیس دولت کنترل زیادی روی رادیو و تلویزیون ملی داشت که همین روی میزان رأی او اثر داشت. شبکه مدیاست و رأی با هم تقریبا 90 درصد از سهم مخاطبان ملی و درآمد تبلیغات را در اختیار داشتند. این امر باعث شد که پوشش برنامه رسانه ها به طور فضاینده حزبی شود. بیلوسکونی و دولت او بارها تلاش کردند رسانه های منتقد ایتالیایی را سرکوب و از بررسی دقیق خودداری کنند. اکنون تنها انتقاد قابل توجه از دولت از سوی تعداد انگشت شماری از نشریات چاپی و چند صدای منزوی است ظاهرا کنی از منتقدان شکایت کرد و مدیران را تحت فشار قرار داد تا مخالفان را ساکت کنند هرچند افشاگری های گذشته که به رسانه ها درز کرده بود دست برلوسکونی و متحدانش را در فساد رو کرده است بلوسکونی به دلیل محکومیت به تقلب نتوانست دوباره نامزد انتخابات شود اما توانست حزبی را در انتخابات 2018 رهبری کند حزب او سوم شد اما نفوذ او به ایجاد فضایی از خشم کمک کرد و منجر به پیروزی دو حزب دیگر ضد نظام شد از زمان نگارش این متن در سال 2019 دولت ایتالیا در تلاش برای توافق بر سر رهبری و سیاست هاست. ظاهرا خشم از این تشکیلات که سالها برلوسکونی در مردم برانگیخته کرده بود نمیتواند سبب تمرکز بر واقعیت شود بحرانهای خیالی های خود را دارند تا زمانی که واقعیت واژگونی وضعیت موجود را ثابت کند همچنین جالب است که به شخصیت بسیار خودشیفته و تهاجمی برلوسکونی اشاره کنیم که به او کمک کرد تا به یک قول املاک و رسانه تبدیل شود انبوهی از وعده های دروغین، حملات تلخ او به دیگر سیاست مداران، کنترل رسانه ها و اظهارات پرشور درباره خودش. آیا او خصلت های ضد اجتماعی هم داشت؟ محکومیت او به کلاهبرداری مالیاتی و اتهامات بسیار دیگر نشان می دهد که او ضد اجتماعی هم بوده است. به نظر می رسد همه این ویژگی ها شبیه به ویژگی های دونالد ترامپ در ایالات متحده باشد. آیا نتیجه یکسان خواهد بود؟ فقط زمان می تواند این را بگوید. نتیجه گیری به نظر می رسد همه این رهبران حاکمان پرتعارضی هستند که از بحرانهای خیالی برای به دست آوردن قدرت استفاده می کنند و گروه های آسیب پذیر مردم را در هر کشوری دشمن اعلام می کنند و خودشان تصویر یک قهرمان را بازی می کنند. یک فرد قدرتمند جذاب که می تواند ساعت ها در تلویزیون صحبت کند در واقع آنها مالکیت کنترل یا نفوذ بسیاری از رسانه های تلویزیونی را در اختیار دارند آیا این افراد پرتعارض بر دولت های خود تسلط کامل به دست می آورند و کشورهای خود را به جنگ علیه دشمنان خیالی خود سوق خواهند داد فقط زمان می تواند این را بگوید اما اگر شخصیت های خود و ضد اجتماعی داشته باشند بعید است که دست از جستجوی قدرت نامحدود بردارند اگر رای دهندگان نتوانند یا نخواهند دیگران باید مقابل آنها بیستند.